تصاویری از استرداد فردی به ایران که به سلطان فولاد معروف شده. این اولین بار نیست که رسول دانیالزاده دستگیر می شود، اما این بار قوه قضاییه می گوید او را از خارج به ایران بازگرداندند. آقای رسول دانیالزاده پذیرفت که با یک مسیر کاملا هدایت شده به کشور بازگردد. در مورد ایشون در خارج از کشور دستگیری انجام نشد، منتها هدایت شد که خودش به کشور مراجعت بکنه. تحقیقات در بخش‌های مختلف از ایشون در حال انجام هست. به لحاظ این که ایشون قبول کرد با این هدایت به کشور برگرده و در فرایند تحقیقات هم همکاری‌های لازم رو انجام میده. رسانه‌های ایران رسول دانیالزاده را مالک برج‌های روما رزیدنس و فلورا در شمال شهر تهران معرفی کردند. او 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. روزنامه جوان از او به عنوان جعبه سیاه جیغ‌های ضد مبارزه با فساد نام برده. اشاره‌ای به این انتقادهای حسن روحانی از نحوه مبارزه با فساد در قوه قضاییه. مردم عزیز یزد، فساد دانه درشت‌ها کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ اصولگرایان می‌گویند حسن روحانی از بازگرداندن رسول دانیالزاده نگران شده و لحن تند او در سخنرانی‌هایش در یزد و کرمان و جلسه دیروز هیئت دولت به همین دلیل بوده است. رسول دانیالزاده از نزدیکان حسین فریدون برادر حسن روحانی است که به اتهام گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم شده. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود که آقای دانیالزاده 26 میلیارد تومان به حسین فریدون و 2 میلیارد تومان به شوهر خواهر او داده است. حسین فریدون دریافت پول از او را تکذیب کرده. آقای دانیالزاده همچنین از نزدیکان اکبر طبری معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است. آقای طبری به صادق آملی لاریجانی و محمود هاشمی شاهرودی دو رئیس پیشین قوه قضاییه نزدیک بوده. او هم به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. آقای طبری نقشش چی بود؟ نقش آقای دانیالزاده چی بود؟ نقش دیگری و دیگری چی بود؟ اینا به هم سرویس میدادن. این تو قوه قضاییه بود، اون در واقع به عنوان یک کارآفرین مطرح بود. شرکت‌های فولاد داشتش و پول میگرفت برای شرکت‌ها، میگفت 5000 تا کارگر دارم، نظام هم میگفت خب این پول رو بهش بدید. یعنی در واقع سیستم های بانکی این پول رو میدادن بهش که کارآفرینه، از اون ور میرفت برج میساخت، برج رو میساخت تو فرمانیه، بعد واحدش رو میداد به کی؟ میداد به آقای طبری. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفته این سازمان مفسدان اقتصادی را به ایران باز میگرداند. به گفته او مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. هر کس به نام مدیر سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد با استقبال جناح‌های مختلف روبرو شده. عده‌ای از استادان حوزه علمیه قم از او حمایت کرده و از مسئولان دستگاه‌های دیگر خواستند از آنچه کارشکنی در برابر اقدام‌های انقلابی او خواندند دست بردارند. حسن روحانی گفته کوتاه نمی‌آید و می‌خواهد بداند چرا به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی نمی‌شود. ابراهیم رئیسی هم گفته در راهش مصمم است و هیچ حاشیه‌ای او را گرفتار نخواهد کرد. فرین آسمی، بی بی سی. مرداد سید عسکری روزنامه‌نگار اقتصادی درباره اهمیت بازگشت رسول دانیالزاده به ایران توضیح داد. اهمیت این موضوع از این جهت هست که فردی که در ارتباط مستقیم با هر دو جناح سیاسی بوده، این فرد دستگیر شده فارغ از حاشیه‌های سیاسی که گروه‌های رقیب در جمهوری اسلامی برای هم درست می‌کنند. همچنین پرونده، مسیر روند پرونده نشون میده علاوه بر اینکه ایشون یک ابربدهکار بانکی هست، اضافه شدن عبارت واژه فرار مالیاتی در پرونده ایشون هم یک امر بسیار مثبتی تلقی میشه. آقای دانیالزاده عملاً فردی بوده که با استفاده از رانت‌های سیاسی در هسته سخت قدرت یک شبکه‌ای رو به وجود آورده بوده که وام می‌گرفته و پس از اینکه وام می‌گرفته این امر رو در صنایع فولاد، صنایع ساختمانی در داخل و خارج کشور، در صنایع پزشکی و ارتباطات خاص خودشون رو سازماندهی می‌کردن و عملاً یک شبکه فسادی رو فارغ از اینکه اسم این دو جناح چی باشه یا جناح‌های رقیب چی باشه سازماندهی کردن. این امر باعث عصبانیت مقامات جمهوری اسلامی هم در جناح اصولگرا و هم در جناح